التماس های مالک بیمارستان گاندی بعد از ورشکستگی و تعطیلی این بیمارستان و بیکار شدن بیش از 1000 نفر از پرسنل این بیمارستان و هتل مجلل. با ما همراه باشید، این فیلم رو میبینیم و راجع به حواشی و اتفاقاتی که بعد از آتش سوزی بیمارستان گاندی اتفاق افتاد صحبت میکنیم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب در مورد آتش سوزی بیمارستان و هتل مجلل گاندی چند تا ویدیو توی کانال قرار دادم و جزئیات و تصاویری از این حادثه رو براتون منتشر کردم. ولی خب بعد از این آتش سوزی تحقیقات گروه های آتش نشانی و پلیس در مورد علت این حادثه انجام گرفت و اونطور که سخنگوی سازمان آتش نشانی منتشر کرده، تصویری که یک کارگر در هنگام کار به روی نمای این ساختمان انداخته بود باعث شعله ور شدن نمای کامپوزیت این ساختمان شد و در نهایت هم آتش به طبقات مختلف سرایت کرد و کل آسیبی که به این ساختمان وارد شده بودش به نمای کامپوزیت بود و خوشبختانه هیچ تلفات جانی و مصدومیت تو این حادثه اتفاق نیفتاد. ولی خب همین نمای کامپوزیتی که برای این هتل بیمارستان مجلل که اولین و تنها هتل بیمارستان ایران هم به حساب میاد اتفاق افتاده بود، گفته میشه که چند هزار میلیارد خسارت به این بیمارستان وارد کرده. ضمن اینکه برای تحقیقات بیشتر این بیمارستان عملاً به سمت تعطیلی رفته و کل پرسنل و دکترها و کارمندان این بیمارستان هم از کار بیکار شدن و تمام بیماران هم از این هتل بیمارستان ترخیص شدن. همین اتفاقات باعث شدش که مدیر عامل و رئیس این بیمارستان یک کلیپی رو منتشر بکنه و از تمام مسئولین و ارگانهای زیرب التماس بکنه که فکری به حال کارمندان این بیمارستان و وضعیت این بیمارستان و پرسنلش انجام بده. در پی آتش سوزی که بیمارستان گاندی تهران اتفاق افتاد، مدیرعامل این بیمارستان در گفتگوی ویدیویی از نهادهای دولتی برای پرداخت حقوق کارمنداش و تأمین هزینه‌ها جهت بازسازی و بازگشایی مجدد بیمارستانش تقاضای کمک کرد. محمد حسن بنی اسد مؤسس بیمارستان گاندی در گفتگو با وبسایت خبرفوری به اشتغال 700 کارمند از جمله 200 دکتر در این بیمارستان اشاره کرد و از معاون رئیس جمهور ایران میخواد تا به اونها کمک مالی کنن. اون در این ویدیو میگه ما نمیتونیم از پس این شرایط بر بیاییم. بیمه ایران، شهرداری، اداره دارایی، اداره تامین اجتماعی و ارگان‌های مختلف در این شب عید، در این شرایط و در این ایام که کارمندان ما بیکار هستند، باید ما رو در بیابن و به ما کمک بکنن که از این وضعیت در بیاییم. همونطور که برای حوادث مشابه این کمک کردن، از جمله پلاسکو که خیلی از آسیب دیدگان و افرادی که اونجا ضرر مالی و جانی دیده بودن مورد پشتیبانی دولت و ارگانهای زیربط قرار گرفتن. او همچنین از غلام حسین محسنی اجعی رئیس قوه قضاییه ایران خواست تا رسیدگی به پرونده آتش سوزی بیمارستان گاندی رو برای جلوگیری از ضایع شدن حق این کارمندان تسریع ببخشه. رسانه‌های مختلف بیشتر به نقل از سازمان تامین اجتماعی گزارش داده بودند که کارکنان بیمه شده بیمارستان گاندی تا زمان ایمنسازی و آغاز فعالیت مجدد این بیمارستان میتونن در صورت عدم اشتغال به علت این حادثه مقرری یا بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمارستان گاندی روز پنجشنبه 5 بهمن ماه 1402 دچار آتش سوزی گسترده شد که گفته میشه دست کم 80 بیمار از این بیمارستان منتقل شدن و به جاهای دیگه انتقال داده شدن. شهرداری تهران اعلام کرده بود که بیشتر چندین بار به این بیمارستان و مسئولینش اخطار امنیتی داده شده بود و 5 بار اخطار کتبی برای این بیمارستان ارسال شده بود و از اونها خواسته بود که نکات ایمنی رو رعایت بکنن، به خصوص این نمای کامپوزیتی که توی نمای ساختمون قرار داره باید با نمای سنگی تعویض بشه. ولی خب مسئولین این بیمارستان به تمام این هشدارها و اخطاریه ها بیتوجهی کردن و عملا این حادثه به خاطر بیتوجهی همین مدیران اتفاق افتاد. بریم قسمت های از صحبت های مدیرعامل و بنیانگذار این بیمارستان مجلل رو بشنویم.
آقای دکتر مخبر، سپاسگزارم از تماسی که گرفتید در شرایط حادثه. برای ما شما تماس گرفتید، تعهد کردید، قول دادید که ما با این 700 نفر پرسنل چه بکنیم، با 200 نفر پزشکی که در این شب عید در این مشکلات معیشتیشون شما باید به ما کمک کنید، یک جلسه ای برای ما تشکیل بدید، یک جلسه بحرانی. آقای دکتر ما نمیتونیم این شرایط رو از پسش بر بیایم. خواهش من اینه که یک جلسه تشکیل بشه، مسئولینی که در این رابطه هستن، بیمه ایران، شهرداری، اداره دارایی، اداره تامین اجتماعی، سازمان‌هایی که در این رابطه‌ن، من الان نمیدونم دقیقاً همه اینها کی هستن، ولی خواهش میکنم به واسطه شرایطی که برای این پرسنل، این 700 نفری که در این ایام بیکار هستن، ما رو دریابید. شما ساختمان پلاسکو رو کمک کردید، اونجا به یک مرکز خصوصی بود براش تمام اقدامات اتفاق افتاد. من ازتون خواهش میکنم این مرکز بیمارستان گاندی رو هم دریابید و به کمک ما بیایید. آقای محسنی اژه‌ای، من به نیابت از 700 نفر کادر درمان که در تمام این مراحل بیماری ها حضور داشتن، فعالیت کردن، و 200 نفر از پزشکان، از شما خواهش میکنم، تشکر میکنم در ابتدا از این که نماینده دادستان آقای دکتر مهرنیا تشریف آوردن، دلگرمی و پشتگرمی ما بودن. الان یک پرونده قضایی تشکیل شده، خواهش میکنم برای ضایع نشه حقوق این افراد، خواهش میکنم ازتون بزرگواری بفرمایید تسریع بشه، اطاله دادرسی اتفاق نیفته و حقوق همه این افراد در واقع احقاق بشه. هتل بیمارستان گاندی تهران توی یکی از بهترین محلات تهران حدوداً 10 سال پیش بودش که افتتاح شد. این هتل با خدمات رفاهی متعددی که داره باعث شده که هم بیماران و هم همراهان بیمار دچار سختی و مشکل در زمان درمانشون نشن و با همین خدمات VIP و گرون قیمت این بیمارستان اون رو به تنها هتل بیمارستان مجلل ایران تبدیل کرده که خب متاسفانه دچار حریق شد و عملاً کمتر از 10 سال داره کم کم رو به ورشکستگی میره. باید منتظر باشیم و ببینیم ارگان ها آیا کمکی به بخش خصوصی که صاحب امتیاز و مالک این بیمارستان هست انجام میده یا نه. حتی نظراتتون رو برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید، بهمون بگید که به نظرتون این حادثه علت اصلیش چی بوده و چرا این اتفاق افتاده و وضعیت کارمندان و پرسنل این بیمارستان به کجا کشیده میشه. ممنون از همراهیتون با این ویدیو، یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.